شریف، خواجه نصیر، پر علم و سند، پره. و فقط هم مربوط به شهر تهران نیست، خیلی از بچه‌هایی که توی شهرهای زندگی می‌کردن که توان اینو نداشتن، قدرت اینو نداشتن به خیلی از امکانات دسترسی داشته باشن، ولی جنگیدن واسه یه بهترین رشته تو بهترین دانشگاه اطراف خودشون. نگاه کن چه خبره، صنعتی اصفهان گرفته، زنجان گرفته، تبریز گرفته. اینا بچه هایی هن که اوضاع درسیشون از نرمال پایین تر بوده، ولی تو هر رشته‌ای که بودن جنگیدن، پزشکی، دندون، دارو، فیزیو، رسیدن بهش. اگه میخوای یه اتفاق خوب برات بیفته، باید یاد بگیری که شبیه این آدم ها رفتار کنی، شبیه این آدم ها به جنگی. اینا آدم های معمولی نیستن و تک تکشون رو میارم صحبت میکنن میبینی، یا میارمشون رو خط یا حضوری میارمشون ببینی چی میگن. آخرین کارگاه من روی سایت کلاسینو رو برو نگاه بکن، امیرحسین سرایی آوردم، رتبه 705 هم. امیرحسین میگفت من تو مهر و آبان درصدام به 30-35 نمیرسید، 705 شده، پزشکی داره میخونه، علوم پزشکی زاری، و اگر فقط و فقط دو تا تست زبان اضافه میزد الان مشهد داشت میخوند. این بچه ها با این تجربه‌ای که دارن کمکمون میکنن که بهتره کنیم و به هممون ثابت میکنن آدم های نتیجه میگیرن که با غیرت باشن. نگاه نکنن به نداشته هاشون، بجنگن برای از اینجای کار به بعد. اوضاع درسی داغون بوده تا الان، تشریحی نمره نمی گرفتی، تست نزدی تا حالا، هیچ کار خاصی نکردی، اوکی؟ از الان به بعد شروع کن. ببین چه خبره. و نکته جالبش اینه خیلی از اینا همین الان پشتیبانای شما تو سیستم هن. فقط دانشگاه رو ببین، فقط رشته رو ببین، داری پر میزنی، داری پرپر میزنی برای اینکه برسی به علوم پزشکی تهران، داری پرپر میزنی برای دانشگاه ایران، دارم پرپر میزنم برای شهید بهشتی، دارم پرپر میزنم برای فیزیو تهران، دارم پرپر میزنم برای رسیدن به صنعتی شریفه، برای رسیدن به دانشگاه تهرانه، برای رسیدن به امیر کبیره، برای رسیدن به خواجه نصیره. و ته همه اینا فقط ربط داره به غیرتت. چه تجربی هستی؟ چه ریاضی هستی و چه انسانی؟ نگاه کن چه خبره. بچه های انسانی که به عشق حقوق علامه و دانشگاه تهران دارید نفس میکشید، نگاه کن. ایول درجه یک ترینای شما، برای اینکه یه اتفاق خفن رو کنار هم دیگه بسازیم، برسیم به اون چیزی که لیاقتشو داریم. مرسی سامان. خوب، اما بریم سر وقت یه ماجرای مهم. حالت چطوره؟ خوبی یا نه؟ بودو ببینم. به مترو رسیدی؟ عالی، درجه یک. بچه با یک عالمه رتبه برتر، این هیچی نبود، این الان مش نمونه خروار، این هیچی نبود، این یک هزارم بچه هاست. تو اینستای من بری نگاه کنی میبینی چه خبره. سعی کردیم تو جایی که میتونیم یه عده رو بذاریم اونجا، بقیه هم مستنداتش همه وجود. اینا رتبه های واقعی هن، خالی بندی نیست، اینا واقعی هن. یعنی اینا رو میبینی هستن، کارنامه دارن، وجود دارن، اینا هستن، سرچ کنی تک تکشون رو میتونی پیدا بکنی. و یک نکته خیلی مهم دارن، اینا گذشتهشون داغونه. یعنی اون بچه‌ای که میگه از سال نهم من داشتم میخوندم، برای اون به درد من نمیخوره که. اون خیلی خفن آدمش کم. مرسی که داری درس میخونی، مرسی که میخوای رتبه بشی، ولی من روی صحبتم با اون دسته از آدمایی که گذشتهشون خود بدبختی و فلاکت و بیچارگی و دریوزگی بوده، خود درماندگی بوده. یعنی وقتی برمیگرده به گذشتهش نگاه میکنه، میگیم خیلی مردی معتاد نشدی تو با این اوضاع اسفباری که داشتی، این اومده رتبه شده، رسیده به اون دانشگاه، و اینا واسه ما ارزش دارن. دمتون گرم. خب، اما بچه ها یه داستان خیلی مهم دارن از من میپرسن که برای رتبه شدن چی میخوایم. یه قانون مهم داریم رفیق، اولین قدم مهمترین قدمه.
برو با بچه‌هایی که توی اینستاگرام من کامنت میذارن تورکو صحبت کردن، ببین چی میگن، بچه‌های پروفشنال، بچه‌های اسمارت، ببین چه حرفی میزنن. میگن ما محکم شروع کردیم، ما دو تا ویژگی مهم داشتیم، هم بسیار میدونستیم باید چی کار کنیم و با دقت شروع کردیم، هم نسبت به بقیه یه رقبا خیلی سریع شروع کردیم. راز رتبه برترهای کنکور سراسری همینه، اونا سریع و دقیقن، شل نیست، یارو وای نمیسه که حالا انشالله.